در این رابطه همراه میشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما. خیلی خوش آمدید آقای ندیمی. ارزیابی شما چه هست از این اقدام حکومت جمهوری اسلامی؟ خب این در راستای کمک‌های همه جانبه جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین و تلاش جنگیش در اوکراین هست. ما می‌دونیم که روسیه مشکل نیروی انسانی داشته، هرچند که گفته میشه این بسیج نظامی که روسیه به صورت مقطعی انجام داده و می‌خواستن 300 هزار نیرو جمع بکنن، آموزش بدن و به اوکراین برسن، طبق ادعای روسیه به هدفش رسیده و الان 210 هزار نفر در حال آموزش هستند و 82 هزار نفر در اوکراین مشغول جنگ هستند. ولی حتی اگر این ادعای روسیه رو هم درست بدونیم، قبول بکنیم، این افراد به هیچ وجه انگیزه جنگیدن ندارن، آموزش‌های مناسب ندارن و کارایی لازم ندارن. از طرف دیگه گروه واگنر که یک شرکت ظاهراً خصوصی هست ولی از تمام امکانات وزارت دفاع روسیه استفاده می‌کنه، تلاش کرده که نقش خودش رو در اوکراین بیشتر بکنه. یفگنی پریگوژن که آشپز سابق کرملین بوده، این شرکت رو داره موقعیتش رو در اوکراین مستحکم‌تر میکنه. بعضی اینو به عنوان یک رقابتی با پوتین به حساب میارن و قسمتی از جبهه شرق اوکراین رو در دست گرفته. آموزش نیروهای افغانستانی هم و استخدام اونها هم در همین رابطه خواهد بود، به خاطر اینکه در افغانستان این نیروی 20 هزار نفره کماندوی افغانستان جزء کارآمدترین نیروها بودند و در 5 سال آخر جنگ تقریباً 70-80% بار کاری جنگیدن در افغانستان رو بر عهده داشتند، دفاع از کابل رو بر عهده داشتند، آموزش‌های 14 هفته‌ای بسیار فشرده‌ای در سطح استانداردهای رنجرهای آمریکایی دیدند و بنابراین میتونن توان رزمی نیروهای روسیه در اوکراین رو هم خیلی بالا ببرن. اگر این قولی که بهشون داده شده ماهی 1500 دلار تحقق پیدا بکنه، قول ویزا بهشون تحقق پیدا بکنه، با توجه به اینکه شرایط مناسبی ندارن بسیاری از این نیروهایی که به کشورهای اطراف افغانستان فرار کردن و خانواده هاشون، احتمالاً بخشی از اونها، ولی نه همشون، بخشی از اونها این پیشنهاد رو قبول خواهند کرد و در یک پادگانی در منطقه کراسنودار به اسم مولکینو یک سری آموزش‌های انجام خواهند داد. ولی خب به خاطر اینکه نه از قبل آموزش‌های کافی دیدم و فکر می‌کنم روسیه خیلی حساب خواهد کرد روی توانایی رزمی این افراد، روی انگیزه جنگیشون و اگر بتونه حتی 5000 نفر از این افراد رو هم جمع بکنه، یک لژیون خارجی قابل توجهی خواهد شد. روی انگیزه‌شون به هر حال جای سواله، چون به هر حال این افراد برای کشور خودشون هم وای نستادن، به جنگن، گریختن، رفتن به ایران. اما فارغ از اینها، میتونیم این عمل رو نشانه شاید ضعف ارتش پوتین هم بدونیم یا نه؟ من البته این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اگر کسی در افغانستان جنگید، همین نیروهای کماندوی افغانستان بودن و تنها قسمتی از فرماندهانشون به کشور غربی تونستن تخلیه بشن، خارج بشن، ولی بخش اعظم نیروها بدون فرماندهی، بدون سازماندهی رها شدن در افغانستان و خیلیشون چاره‌ای غیر از این که از افغانستان خارج بشن و به ایران برن نداشتن. اگر ببخشید قسمت دوم سوال، اینکه میتونیم این رو نشونه ضعف ارتش پوتین بدونیم یا نه؟ بله، من همونطور که عرض کردم آموزش‌هایی که نیروهای روسیه بسیج شده دیدن به هیچ وجه کافی نیست و انگیزه جنگی ندارن. نیروهای روسیه از نظر تعداد مشکلات اساسی دارن، به خاطر همین است که روسیه داره تلاش میکنه که کشور بلاروس رو هم به جنگ وارد بکنه، ارتش بلاروس رو هم در کنارش در جنگ ببینه. خب طبیعتاً به خاطر توان ناکافی نیروهای انسانی روسیه هست و همینطور هم که روسیه احتمالاً روی آموزش این نیروها حساب خواهد کرد. شاید این برای ایران هم یک امتیاز دیگه باشه در جنگش در کنار پوتین و شاید این ساختاری که ساختار جذب نیرویی که جمهوری اسلامی داشته در افغانستان، در ایران برای جذب بخشی از نیروهای فاطمیون هم در مرحله بعدی مورد استفاده قرار بگیره و اونا رو هم شاید اگر واقعا روسیه 1500 دلار در ماه بده به این افراد، بخشی از اون نیرو هم
به جنگ در اوکراین جذب بشه. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده همراه ما.